در تصویر گلس کمپرسور دی مشاهده می کنید که روغن در گلس به صورت کف در اومده سطح روغن به صورت بالا میره پایین میاد و به صورت کف در میاد علت این مشکل در این چیلر انتخاب اکسپنشن ولو با ظرفیت بالاست باعث شده که مایع وارد کارتر بشه و با روغن ترکیب بشه و به صورت کف در بیاد بعد از مدتی مشکلات دیگه ای بروز میکنه کلیرنس ها یا لقی ها افزایش پیدا خواهند کرد و گاز دیسشارجتون رد میکنه و به کارتر وارد میشه و کارترتون داغ میشه این مشکلات جانبی هستش که ذرات مایع پس از ورود به کمپرسور ایجاد میکنند کمپرسور بیتزری رو که مشاهده میکنید به کارگاه گروه مهندسی مهرسپند اومده برای تعمیر مشکل این کمپرسور خط اکولایزیشن لاین یا خط متعادل کننده روغن هست از اونجایی که این خط رو کار نکردن نتیجهش این شده که اوورهیتینگ رو میبینید در سرسیلند مشاهده میکنید که سوپاپ ها داغ شدن اما این نتیجه یک اتفاق هست نتیجه ی مشکل روغن هست وقتی که خط متعادل کننده روغن کار نشه چنین مشکلاتی متعاقب مشکل روغنتون هست اویل پمپ رو باز میکنیم ببینیم وضعیت اویل پمپ چجوری هستش اویل پمپ کمپرسو های کمپرسورهای های بیتزر که چرخ ای هستن در صورتی که روغنکاری به درستی توشون انجام نشه باعث خط افتادن قطعات اویل پمپ میشن و همینطور که در کمپرسور دی ام دیدیم لقی ها افزایش پیدا میکنه افزایش لقی ها باعث ورود گاز دیسچارجتون به کارتر میشه چون رینگ هاتون خورده میشن و خوردگی رینگ ها و دیگر قطعات باعث ورود گاز میشه روغنکاری به درستی انجام نمیشه فشار نت روغنتون افزایش بسیار زیادی پیدا میکنه که کمپرسور دیگه توان روغنکاری نداره همونطور که میبینید بوش اویل پمپ هستش خوردگی شدید رو میتونید تر بوش انتهایی کمپرسور ببینید که به دلیل نرسیدن روغن و رسیدن کف مخلوط روغن و گاز به کمپرسور به قسمت اویل پمپ کمپرسور خوردگی به وجود اومده فیلتر روغن رو میبینید که ذرات براده های آهن هستش ما شاتون ها رو باز میکنیم تا میلنگ رو در بیاریم وضعیت بوش اصلی کمپرسور رو ببینیم تا میزان خوردگی در اون قسمت رو ببینیم که چقدر هستش معمولا بعد از به وجود اومده چنین مشکلی آخرین قطعه ای که روغن کاری میشه که بوش کمپرسور هست خوردگی بیشتری خواهد داشت روتور رو آزاد میکنیم روتور رو در میاریم وقتی که روتور رو در میاریم ما میتونیم از روی وضعیت خوردگی داخل سیمپیچ وضعیت بوش رو هم متوجه بشیم میبینید که خطای زیادی افتاده در داخل استاتور وقتی که استاتور خط میافته به این معناست که بوش خوردگی پیدا کرده و روتور به صورت لنگ در داخل استاتور چرخیده شما دارین شاتون ها را الان مشاهده می کنید شاتون ها هم به دلیل نرسیدن روغن دچار خوردگی زیادی شدن که میتونید تو تصویر به صورت واضح ببینید بوش اصلی میلنگ هستش که چسبیده و تقریبا به حالت نیمه زوب در اومده و چسبیده به میلنگ و به صورت جوش خوردگی در اومده سطح میلنگتون رو می بینید که ناسافی بسیار زیادی مشاهده میشه نتیجه روغنکاری نامناسب خوردگی بوش کمپرسور هست که در تصویر داریم میبینیم که میزان خوردگی به شدت بالا هستش پس نکته مهم برای رفع این مشکل در کمپرسورهایی هایی که به صورت موازی کار شدن این هستش که بایستی خط متعادل کننده روغن رو کار بکنیم در صورتی که خط متعادل کننده روغن نست نشه نتیجهش خوردگی قطعات میشه خوردگی قطعات به دلیل عدم روغنکاری اتفاق میافته و یک نتیجه دیگه این اتفاق اوورهیتینگ بیش از حد داغ شدن و نتیجه دیگه این اتفاق دیکامپوزیشن یا تجزیه روغن هستش که در سرسیلن دارید مشاهده میکنید و فیلترتون به دلیل وجود براده های آهنی که به خاطر اوورهیتینگ پیش اومده میگیره و روغنکاری تشدید میشه انجام نشدنش فیلتر روغن هم به دلیل گرم شدن بیش از اندازه کمپرسور و خوردگی قطعات و ورود براده های آهن به فیلتر روغن باعث گرفتگیش میشه وقتی که فیلتر روغن گرفتگی پیدا میکنه تشدید عدم روغنکاری مناسب رو خواهیم داشت که نتیجهش رو میتونیم توی این کمپرسور ببینید که ذرات براده آهن رو تو فیلتر میتونیم ببینیم